سلام به همگی. فیلمی که امروز بررسی می‌کنیم یه فیلم هیجان انگیز محصول کشور آمریکا در سال 2022 به اسم شکسته. فیلم با مردی به اسم کریس شروع میشه که توی خونش که منظره قشنگی داره مشغول ورزشه. همسر سابقش جیمی به هی زنگ میزنه و میگه چرا هنوز برگه‌های طلاق رو امضا نکرده؟ و اون در جواب میگه چون هنوزم میخواد به خاطرش بجنگه. اما جیمی میگه همه چی تموم شده. اونا یه دختر به اسم ویلو دارن که همراه مادرش زندگی میکنه. کریس برای خرید نوشیدنی به فروشگاه میره و اونجا با زنی به اسم اسکای آشنا میشه. اون از فروشگاه بیرون میاد و متوجه میشه تاکسیش کنسل شده. کریس بهش پیشنهاد میده برسونتش و وقتی به خونه میرسن زن میگه نمیخواد بره داخل چون با هم اتاقیش دعوای بدی داشته. کریس هم بهش میگه میتونه به خونه ی اون بره. اسکای موافقت میکنه و یه پیرمرد به طرز عجیبی از پنجره نگاهشون میکنه. اونا به خونه میرسن و با هم مشغول صحبت و نوشیدن میشن. زن از کریس میپرسه شغلش چیه و اون میگه یه سیستم خونگی طراحی کرده و به شرکت گوگل فروخته. آخر شب اسکای از کریس میخواد اونو برسونه. اما اون بهش میگه میتونه شب اونجا بمونه. کریس از خواب بیدار میشه و میفهمه زن رفته. اونم به آپارتمانش برمیگرده و پیرمرد با دیدنش زیر لب میگه مایه شهر. وقتی وارد میشه هم اتاقش لیزا که به نظر دیوونه میاد با عصبانیت از اینکه شب به خونه نیومده باهاش بحث میکنه. اما اسکای بهش توجه نمیکنه. همون شب کریس تصمیم میگیره به کافه‌ای که زن توش کار میکنه بره. بعد از کار هر دو به سمت ماشین برمیگردن و میبینن یه نفر سعی داره ماشینو بدزده. اون باهاش درگیر میشه و دزد پاشو میشکونه. روز بعد اون با پای گچ گرفته به خونه میاد و اسکای تصمیم داره ازش مراقبت کنه چون دلش نمیخواد هیچ پرستاری به خونه بیاد. مرد هیجان زده میشه و موافقت میکنه. در همین حین اون پیره مرد که اسمش رونالده و صاحبخونه اوناست با لیزا صحبت میکنه. لیزا میگه قبل از اومدن هم اتاقش خوشحالتر بوده و اسکای سر میرسه و به پیره مرد میگه لیزا بهش حسادت میکنه. رونالد بهشون یادآوری میکنه که اجارهشون 2 هفته است عقب افتاده. اسکای میگه میخواد نقل مکان کنه و این لیزا رو عصبانی میکنه. اون یه توضیح میخواد و اسکای هم باهاش رابطه برقرار میکنه. روز بعد زن و مرد کنار هم از خواب بیدار میشن. اونا عمیقا عاشق هم شدن. روزا میگذره و اونا انقدر از زندگی در کنار هم لذت میبرن که حتی کریس تماسهای جیمی رو هم جواب نمیده. مرد اونقدر عاشقه که میخواد باقی عمرش رو با اسکای باشه. رونالد در آپارتمان دختر رو میزنه تا اجاره خونه رو بگیره و وقتی جوابی نمیشنوه و در رو باز میکنه جسد لیزا رو توی حموم میبینه. اون سری به پلیس زنگ میزنه. اون در مورد اسکای با پلیس حرف میزنه اما افسر پلیس میگه این اسم جعلیه چون هیچ سابقه ای ازش پیدا نمیکنه. در همین حین کریس بالاخره جیمی رو میبینه و اون میگه آخر هفته دخترشون رو به دیدنش میاره. کریس هم موافقت میکنه برگه های طلاق رو امضا کنه. برای جیمی عجیبه که کریس یه غریبه رو به خونش راه داده. پس وقتی اسکای مشغول دوش گرفتنه مرد سراغ کیفش میره. اما اون مچش رو میگیره. روز بعد کریس از خواب بیدار میشه و مثل همیشه نمیتونه گوشیش رو پیدا کنه. وقتی دنبالش میگرده متوجه میشه که لیزا مرده. اون شوکه میشه. وقتی اسکای برمیگرده ازش در مورد گوشی تلفنش میپرسه. اما اون میگه خبر نداره. بعد متوجه نگاه های عجیب مرد میشه و میپرسه مشکل چیه. کریس هم میگه هم اتاقش مرده اما اون تعجب نمیکنه. از نظر اون اسکای باید به پلیس زنگ بزنه. اما زن میگه خودش قاتل هم اتاقیشه. مرد نمیتونه حرفایی که شنیده رو باور کنه. اسکای بهش میگه توی 2 ماه اخیر خیلی دقیق اونو زیر نظر داشته و تمام عاداتش رو یاد گرفته. دیدار اونا تصادفی نبوده بلکه همش نقشه بوده. اون سرش داد میزنه و میخواد از خونه بره بیرون. اما اسکای با گوشی تلفنش تمام درا رو قفل میکنه. رونالد در حال تمیز کردن آپارتمان تلسکوپ زن رو پیدا میکنه و میتونه اونا رو ببینه. زن میخواد چند تا سوال از کریس بپرسه اما اون جواب نمیده و کتک میخوره. اون یه چیزی برمیداره و گچ پاشو سوراخ میکنه. اون میخواد تمام رمزای عبور مرد بیچاره رو بدونه. رونالد هم با تعجب اونا رو زیر نظر داره. اسکای بالاخره موفق میشه رمزا رو پیدا کنه و وارد کامپیوترش میشه. روز بعد اون یه قیچی برمیداره و میره سراغ مرد. بهش میگه با وکیل تماس بگیر و ازش بخواه تمام پولش رو برای تامین مالی شرکت جدیدش دریافت کنه. اما کریس این کارو نمیکنه.
اونم یه فیلم از جیمی و دخترش بهش نشون میده. چند ساعت بعد کیجو میاد و با دیدن کسی که پاشو شکسته شوکه میشه. اون میگه اومده تا تمام آثار هنری خونه رو بخره. رونالد همه این قضایا رو میبینه و به محض رفتن اونا به خونه میره. مرد سر و صدا میکنه تا رونالدو با خبر کنه و اونم در خونه رو میشکونه که یه هشدار به اسکای ارسال میکنه و اون بر میگرده. پیرمرد وارد خونه میشه و میگه اسکای واقعا دیوونه بوده. کریس فریاد میزنه و ازش میخواد به پلیس زنگ بزنه، اما اون هیچ کاری نمیکنه. بهش میگه در ازای آزاد کردنش به 20,000 دلار ازش پول میخواد. و کریس که چاره ای نداره قبول میکنه. پیرمرد پول نقد میخواد، اما اون این مقدار پولو نداره. در عوض رونالد تابلوی پیکاسوی 7 میلیون دلاری رو میخواد. بعد سعی میکنه دستای کریس رو باز کنه، اما اسکای سر میرسه و درا رو قفل میکنه. رونالد فرار میکنه، اما زن پیداش میکنه و اونو میکشه. کریس از فرصت استفاده میکنه و میخواد با ماشین فرار کنه، اما درا قفله. پس سوار موتورش میشه و جلوی یه ماشین زمین میخوره. راننده میگه اسمش سباستیانه و کریس التماسش میکنه از اونجا ببرتش. وقتی متوجه میشه سباستیان اونو به خونه برمیگردونه شوکه میشه. از قضا اون و اسکای با هم کار میکنن و اون ناپدری زنه و کسیه که اونو آموزش داده. اون برای کریس سخنرانی میکنه و بهش میگه انصاف نیست ما فقیر باشیم و تو پولدار. و همون شب به خونه نقل مکان میکنه. کریس به اسکای میگه عاشقش بوده و لازم نبوده این کارا رو بکنه، چون خودش همه چیزو بهش میداده. روز بعد جیمی و دخترش به خونه میرسن. اون از دیدن اوضاع خونه و لکه های خون شوکه میشه. اسکای ظاهر میشه و میگه کریس خوابیده، اما جیمی میگه یا باید کریس رو صدا کنه یا به پلیس زنگ میزنه. سر و کله یه ناپدری پیدا میشه و اونا رو کنار مرد حبس میکنه. چند ساعت بعد کریس متوجه دریچه کوچیک تهویه هوا میشه که فقط دخترش میتونه ازش رد بشه. پس بهش میگه دقیقاً باید چیکار کنه. اسکای و سباستیان هم خودشونو جای اون دوتا جا زدن و به بانک رفتن. مرد از اثرانگشت کریس برای دسترسی استفاده میکنه و وقتی گاف صندوق خالی باز میشه اونا شوکه میشن. یه نامه از طرف جیمی اونجاست که میگه با این کار میخواد مجبور به طلاقش کنه. اونا برمیگردن و دختر بچه رو بیرون میبینن. دختر به داخل خونه میدوه و سباستیان به اسکای میگه کریس رو بکشه. اما اون بهش حمله میکنه و درگیر میشن. اسکای به جای شلیک کردن به کریس به ناپدری خودش شلیک میکنه و اونو میکشه. کریس فرار میکنه و همه ی چراغا رو خاموش میکنه. اما اسکای پیداش میکنه و با هم درگیر میشن. جیمی هم نمیتونه جلوشو بگیره و توی لحظه آخر ویلو با تفنگی که روی زمینه به اسکای شلیک میکنه. اون قبل از مرگ بهشون میگه که اسمش مارگارته و اینجا فیلم تموم میشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.